مهمان من منتقد مورخ ادبی است میگوید علاقش به نوشته های شکسپیر و غزل های حافظ از ده سالگی شروع شد زمانی که در ازای هر غزل حافظ که بدون غلط میخواند پنج ریال از پدر از پاداش میگرفت و او با اون پول به دیدن فیلم های شکسپیری ساخت روسیه شوروی اون زمان میرفت بیش از سی سال است که در رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه های امریکا دست میدهد چندین کتاب و صدها مقاله در حوزه ادبیات نوشته در دانشگاه مریلند امریکا مرکز ایران شناسی دایر کرده و در معرفی ادبیات معاصر ایران به دنیای انگلیسی زبان نقش فعالی داشته است او معتقد است که نوروز یک پدیده جهانی است و نباید در محدوده ایران محبوس شود احمد کریمی حکاک به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید سلام آقای فانی از دعوتتون متشکرم آقای حکاک چرا شما میگید که نوروز یک روز برای بشری برای تمام بشریت و بله. ایران این رو محدود به خودش بکنه بله در حقیقت من فکر کنم هدیه ایران است به تمامی جهان اگر شما برگردید به حدود 8 تا ده هزار سال پیش و زمانی که در غرب آسیا گروه های گردآورنده خوراک رفته رفته به پرورش دهنده خوراک تبدیل می شدند می بینید که دوران های طبیعی یعنی گذر زمان از سر گرما و سرما تابستان و پاییز و زمستان و بهار به چه تا چه حدی در زندگی افراد مؤثر بوده است و چون ایرانیان یعنی افرادی که در غرب آسیا و در ایران بزرگ زندگی می نخستین گروه قومی بودند که ساکن شدند سکنا گزیدند در اون سرزمین اونها بودند که تعلق آب و خاکی رو با این دوره طبیعی همراه کردند و با طبیعت همراه شدند و زایش دوباره زمین رو در فصل بهار به گونه‌ای گرامی شمردند و در روند گذر از زمان این گرامی داشت تبدیل شد به جشنی که ما میشناسیم به نام نوروز بنابراین در عین حال که از یک سو طبیعت الهام بخش ظهور نوروز بوده است مردمان بسیاری که در خطه بسیار بزرگتری از ایران امروز زندگی میکردند اشتراک داشتند در پدید آوردنش و امروز همچون جهان از همیشه به هم نزدیکتر شده است و اتفاقات طبیعی از بد و خوب همه جای جهان رو تحت تاثیر قرار میده من فکر می یکی از زیباترین هدیه هایی که می توانند اون مردمان مردمان حالا بگیم ایران زمین قدیم هدیه بکنند به جهانیان اقلا مردمان نیم کره شمالی که این دوره انتقال به بهار رو در این ایام میگذرانند این هدیه بزرگی است که در طول اعصار ساخته شده و ایرانی ها خودشون از اقوام دیگری عناصری رو گرفتند در مراسم نوروزی وارد کردند و امروز هم این نوروز رو می شود به جهان هدیه کرد به عنوان یکی از یکی از اعیادی که با هیچ مذهب و قومی پیوستگی, پیوستگی تاریخیش با ایرانیان است ولی پیوستگی امروزی نداره و صرفا شکوفایی طبیعت رو جشن میگیره و بزرگ میده خب با همین معیار آقای حکاک چینی ها هم میتونن بگن که این جشن ما هم که ما دست میگیریم ریشه خیلی تاریخی داره و ریشه در به نوعی در طبیعت و زایش و بهار هم میتونه داشته باشه اونها هم میتونن بگن که خب اینم برای بشریت باشه و ربطی به چینی ها نداشته باشه البته درست میگید مونتا اولا سال چینی در سالهای قمری دور میزنه و ثانیا در میانه زمستان است این اقبالی که از نوروز شده است در طول تاریخ پیوستگی خیلی تنگاتنگی داشته است با طبیعت با ظهور بهار با شکوفایی درختان و میبینیم که در روزگاری که حتی بگیم از سلجوقیان به بعد تا حمله مغل در خود ایران زمین هم نوروز به عنوان مراسم قدیمی از یاد رفته بود اردیبهشت ماه جلالی و ظهور بهار به شکلی بزرگ داشته میشد و این کسانی که حتی در تعارض می بینن نوروز رو با هویت اسلامی خودشون اقلا شکوفایی بهار رو به چشمان خودشون می بینن و آواز پرندگان رو به گوش خودشون می شنوند و این نوروز به این دلیل باقی مانده است و این یادگار این باقی ماندگی این ماندگاری خودش دلیلی است برای ظرفیت جهانی شدن نوروز در این روزگار ببینید آقای اشکالی که میتونم به شما بگیرن منتقدان نظر شما اینه که اگر که نوروز به یک پدیده جهانی تبدیل میشه و متعلق به تمام بشریت باشه اون وقت اون هویت ایرانیش و سنت ایرانیش درش تحلیل میره و در واقع از بین میره و دانش افتخاری برای ایرانی ها درش باقی نمیمونه بله این بخشی از جدلی است که اساسا طرفداران پیوستن ایران زمین به حرکت های جهانی افرادی مثل خود من از یک سو و کسانی که ایران رو یک استثنایی میدونن بر قاعده پیشرفت های جهانی و در انزوا میخوان و در انزوا و خلوت خودشون زبان رو پیراسته میخوان مذهب رو در سراغاز ایرانی خودش میخوان و با تحولات جهان اشکال دارند که خودشون رو با تحولات جهان همراهی بکنند امروز ما میبینیم که نسل های بعدی نسل دوم و سوم ایرانیان در سرزمین زندگی میکنند که از نظر مذهبی مسیحیت شاید حاکم, حاکم است بر اندیششون ولی اینها نوروز رو میتونن به عنوان یادگار نگه دارن از یاد خواهد رفت به هیچ وجه مگر شاهنامه از یاد بره وقتی که شاهنامه در ظهور جمشید میگه تا جمشید تختی ساخت و به آسمان رفت و برو خیره ماندند و به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فرودین براسوده از رنج تن دلزکین بزرگان به شادی بی آراستند می و رود و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار این از یاد رفتنی نیست این 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 و نه تنها شاهنامه آثار الباقیه یا بسیاری از متون دیگری که ریشه های نوروز رو در ایران زمین پی گرفتند و نشان دادن اینها کاملا مشخصه که هویت و اصل ایرانی داره و امروز ظرفیت جهانی خودش رو داره به نمایش میگذاره. بله البته یک بحث دیگه استدلال دیگه هم اینه که نوروز برخلاف تمام به اون دشمنی هایی که در توی طول تاریخ باش شده ولی همینجوری مونده اتفاقا سوال من اینه که راز موندگاریش چیه به نظر شما یعنی چرا سنت های زیادی بوده یا جشن های زیادی هم در آینه باستان ایرانی گرفته می شده بعضی هاشون یک نشانه هایی ازشون هست ولی کدام به قوت نوروز نیستند چی هست در نوروز که اینقدر بسیار مصر و باقی مونده؟ در حقیقت همین چیزی است که من فکر کردم در آغاز گفتم دوباره به صورت دیگری تکرار می کنم و اون این است که با طبیعت تا زمانی که بهار فصل شکوفایی است سختی و گرفتاری زمستان رو پشت سر می گذاریم و به شکوفایی می رسیم و این شکوفایی در دل آدمی انبساط و فرح و نشاطی برمی انگیزه که حتی شاعران عارف ما که ایده نوروز رو جشن نمی گرفتند این گشایش و بحث رو در بهار در خودشون حس می و تخالف میان بهار و دی نابهنگام بهارم که به دی میشه کفم ثبت است در اندیشه ایرانی و در برگ برگ ادبیات فارسی و از اینجاست که من فکر میکنم ایرانیان خودشون این نوروز رو بیشتر از اعیاد دیگر گرامی داشتن اگرچه مهرگان که فصل خرمن است و اینها جای خودش رو داره ولی همطور که شما میگید نوروز چون پیوستگی ویژه‌ای با, اع... با مذاهب و مناسک خاصی نداشته از هر مذهبی عناصری رو گرفته در خودش برده پذیرفته و امروز هم از غرب چیزهایی رو پذیرفته مثلا تخم مرغ رنگین میدونید که یادگار آشنایی قرن 19 هم ایرانیان است با مذهب مسیحیت از طریق ایرانیان ارمنی به هر حال این عناصر افزوده میشن و این اید همچنان ریشه در خاک ایران داره و شاخ و برگش بر سراسر جهان پخش شده ولی فقط اون نیست آقای حکاک یعنی صرفا به علت ارتباط نوروز با طبیعت و به صلاح نو شدن فقط اون نیست بعضی ها معتقدن که بخشیش هم به علت راز ماندگاری نوروز یک نوع مبارزه برای حفظ هویت ایرانی در مقابل یورش های کشورهای خارجی به ایرانه و تلاش هایی که برای که از بین بردن فرهنگ ایرانی بوده. البته این بحث دراز است اقوام همیشه گا... یعنی بسیار اتفاق میفته که در تعارض قرار میگیرند برای امهای یکدیگر میکوشند ایرانیان هم سهم خودشون در این امها بازی کردند فکر مظلوم نمایی ایران و اینکه ایران همیشه عرصه یورش های بیگانگان بوده است و خود ایران به یعنی شاهان ایران و سپاهیان ایران نظامیان ایران دست طمع مثلا به هند یا افغانستان یا جاهای دیگری نداشته اند این خودش یه افسانه است و بله موضع کسانی است که فکر می کنند ایرانی خالص و خلص امروز دست یافتنی است در حالی که همین اسلامی هم که امروز به ایران راه پیدا کرده شکل ایرانی خودش رو گرفته و بخشی از هویت ایرانی شده و به اصطلاح این در باد سخن گفتن است که کسانی بگویند که می شود برگشت به هویت پیش از اسلام ایرانی مثلا جهان هوخشتر ما اون جهان رو نمی شناسیم ایرانی امروز ایرانی 98 درصد مسلمانه که البته در بهترین جلوه های خودش همیشه بردباری و تولرانس خودش رو در برابر مذاهب و فرهنگ های دیگر نشان داده است ولی, ش... ولی شما حتی... آقای حکاک منکر این نیستید که بعد از اسلام یک نوع دشمنی نسبت به یاد و سنت های ما قبل اسلام ایرانی وجود داشته نخیر دشمنی وجود نداشته به نظر من ولی اختلاف نظر بوده کسانی مثل غزالی معتقد بودند که نوروز باید از خاطرها زدوده شود و برای یکی دو قرن همین اتفاق افتاده از نظر ما خوشبختانه این روند روند غالب نشد و ایرانیان بازگرداندن این هویت ما لازم نیست اینها رو به صورت دشمنی ببینیم اختلاف نظر در ادبیات ما بسیار است در اندیشه ما بسیار است در حکمت ایرانی بسیار است ولی تبدیل اینها به دشمنی با دیگران به نظر من نوعی تعصب است که همه چیز رو در تخالف میبینه و در دشمنی اختلاف نظر کاملا مشروعی بوده است میان ایرانیانی که هر, کد... هر کدام خودشون رو ایرانی میدونستند ولی در وزن و قدر و شعن مراسمی مثل نوروز در مقایسه مثلا با عید قربان عید فطر دیگر اعیاد اسلامی اختلاف نظر داشتند و امروز ما این تونستیم این دو هویت رو در هم تلفیق بکنیم و هویتی یگانه بسازیم که برای ما عزیز است و برای آن آیندگان بیتردید عزیزتر خواهد شد. بسیار خوش اشاره ای به نقش به اصطلاح شعر به خصوص و ادبیات در مجموع ایران کردید به این که بخشی از به اصطلاح اون ماندگاری نوروز شاید مدیون اونهاست که اشارتون مشخصا به شاهنامه بود و این این یه خود توضیح بیشتری برای من بدین که چه نقش ادبیات و شعر ایرانی داشته برای نگرداشتن نوروز ما مثلا شما اگه نگاه بکنید به بعضی از حتی در حافظ شما اگر به مغنی نامه و ساقی نامه نگاه بکنید می‌بینید که یک 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 حسرتی نسبت به گذشته در این اشعار میتونه آدم ببینه البته حالا آیا این ناستالژی و حسرت در اون متون هست یا ما امروزیان در اون متون وارد میکنیم و میخوانیم بحث دیگری است مثلا در مورد قصیده ایوان مداین خاقانی اختلاف نظر هست میان محققان و کسانی معتقدند که خاقانی به هیچ وجه اختلافی نداره با اینکه اسلام به ایران آمده باشه رو کم ترکو بر خودش میگه ولی البته گذشته روزگاران و ظرفیت یک فرهنگ برای نوزایی همیشه موقعیتی است برای گرامی داشت اون فرهنگ در ادبیات فارسی ذکر نوروز در اوایل بسیار است در اون دورانی که اصطلاحا به سبک خراسانی منصوبش میکنند شاعرانی مثل منوچری انصری از و البته فردوسی بزرگ که شاهنامه رو میسراید براش نوروز یک جشن واقعی است و یادگاری است از گذشتگان ابوریحان در آثار الباقی و دیگران در جاهای دیگه و, و شخصی که فکر میکنیم ممکن است خیام بوده باشد در نوروزی نامه از نوروز نام ها بردن ولی رفته رفته در قرن های 11 و 12 هم فانی با نزج گرفتن جنبش های صوفیان و عارفان از سوی آثار و اسباب و ادوات شعر فارسی از بیرون یعنی از جهان بیرون به جهان درون و جهان نفس تبدیل میشه این همون فرایندی است که شیخ سنان رو به جای رستم می نشونه سیمرغ عطار رو به جای سیمرغ شاهنامه میشونه در این در این روند و در این فرایند تاریخی نوروز در حقیقت به شکلی میشه گفت کمرنگتر میشه و رفته رفته تا اید مثلا وقتی مولانا از اید نام میبره اید بر عاشقان مبارک باد عاشقان ایدتان مبارک باد صحبت از نوروز نیست صحبت از اید فطر است صحبت از اید رمضان است ماه شعبان قده از دست من کین خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد حافظ میگوید و در همه این عیاد می شود گفت که در قرن‌های یادواره های ایران باستان کمرنگ تر میشه و بعدا در قرن 19 هم با تماس اروپاییان و کاری که اونها روی هویت ایرانی کردند دوباره رجعتی و بازگشتی و یک فرایند احیایی شروع میشه که زنده میکنه اعیاد قدیمی رو و امروز ما تعادل و توازن دیگری میان اسلام و ایران هویت اسلامی و هویت ایرانی خودمون قائلیم که این برای نسل های ما کار میکنه کسانی که خواستن این هویت رو به سمت ایران باستان ببرند مثل مثلا روشن فکران دوران پهلوی کسانی که با به اون نظام کمک فکری میکردند شکست خوردن کسانی که باز خواستند از این طرف به سویه اسلامی ببرند و نوروز رو کم رای در همون اوایل انقلاب فهمیدند که نمیتونن از پس این فرهنگ بر بیان و در نتیجه شروع کردند به پذیرفتن نوروز به عنوان بخش بزرگ و یکی از اعیاد مهم ایرانیان که البته اعیاد دیگر هم در کنارش هست و باید تعارض ها رو کم کم, رنگ کرد نمی شود ایرانی بدون اسلام داشت نمی شود اسلامی بدون ایران تصور کرد آمیزه است مثل یک ترکیب شیمیایی از که از اکسیژن هیدروژن آب می سازی و دیگه اتم های اکسیژن هیدروژن رو نمیشه در یک قطره آب از یک دیگر جدا کرد بسیار خوب حالا ما دقیقا میدونیم آقای حکاکی به اصلاح پیدایش نوروز از کی بوده یعنی بعد ریشه میگن قب قبل از زرتشت بوده و اصولا خیلی فشورده شما میتونه من بگین که از کی در واقع مسئله نوروز در بین اقوام ایرانی مطرح شد بله بی تردید پیش از زرتشت بوده منتها من ما چون تاریخ مکتوب نداریم یعنی کتابت و خط بین از چهار هزار سال و سه هزار سال پیش مرسوم است امروز ما تاریخ رو از راه متون مکتوب میشناسیم و این متون مکتوب یاری نمی کنن ما رو در شناخت پدیده هایی که وجود داشته از پیش از زمان خودشون اون چیزی که یاری میکنه اساتیر باستانن اساتیر اولین مذهبی مثلا آین مهر که میدونیم به هر حال اون هم به شکلی بهار و نوروز رو یا شاید نه به نام نوروز جشن می گرفته بعدا میدونیم که شاهی که حالا بعدا به نام جمشید میشناسیمش یکی از شاهان ایران که دیگه ممکن است نامش هم از تاریخ محو شده باشه و جمشید نام اصلی اون نیست هر قومی به نامی می خانندش. این این شاه باعث شده است که نوروز رسمیت پیدا کنه در همون فرازی که بخشش رو براتون از شاهنامه خوندم و بعد می بینیم که وقتی نز... مذهب زردشت ظاهر میشه در اوستا نامی از نوروز نیست و باید منتظر بشیم در بعد از دوران اشکانیان یعنی دوره ساسانیان اردشیر بابکان با احیای آتشکده ها جنبشی مثل جنبشی که در قرن 19 هم, هم در ایران آغاز شد برای بازگشت به گذشته آغاز کرد و در اونجاست که ما اسم نوروز رو میبینیم و ایران هم به عنوان یک سرزمین هویت خودش رو باز میابه و در حقیقت اطلاعات ما درباره ایران پیش از اسلام بیشتر مربوط به دوره ساسانی است ولی این رو با توجه به شواهد باستان شناسی و مردم شناسی که در حفاری ها در کندکاری های اخیر به دست آمده تعمیم میدیم و به گذشته گسترش میدیم ولی گذشته پیش از ظهور خط رو ما چنان که باید و شاید نمیشناسیم خیلی متشکرم یه خود به خودتون میپردازیم آقای حکاک شما میگید که ده سالتون که بود شما به حال شعر حافظ رو حفظ و پدرتون در ازای به اصطلاح غزلایی که درست می‌خوندین، به شما 5 ریال میداد و می‌رفتین فیلم های که از ب... نمایشنامه های شکسپیر ساخته شده بود در شوروی اون زمان میدیدید قاعدتا باعث علاقه شما به زبان ادبیات انگلیسی از اونجا شروع شده باشه ولی شما در ده سالگی از شکسپیر چی میفهمیدید خیلی کم ده،, ده سالگی هم نمیدونم که گفته باشم شاید دوازده سیزده چهارده چار، سالگی یادمه هاملت ترجمه روانشاد مسعود فرزاد رو میخونم تازه کتابخوان شده بودم این هاملت رو میخوندم و دکتر فرزاد در آغازش گفته بود البته زبان شکسپیر به گونه است که به هیچ وجه نمیشود به فارسی برگردان و عذری خواسته بود از نقص و نواقص و کمبودهای موجود در ترجمهش و من همون ز... شکسپیر فارسی رو به ترجمه فارسی چنان شیفتش شدم که بلافاصله رفتم در کلاس های بنیاد انگلستان بود یا نمیدونم بریتیش فاندیشن ما میگفتیم در اون کلاس ها در مشهد ثبت نام کردم و دوره های اونها رو گذروندم بعدا انجمن ایران و آمریکا آمد و من تمام دوره های زبان اونجا رو هم گذراندم و به زبان انگلیسی آشنا شدم به طوری که دیگه وقتی دیپلم گرفتم زبان انگلیسی بد نبود خوب بود و به این ترتیب در دانشگاه تهران رشته زبان و ادبیات انگلیسی رو انتخاب کردم در مورد بی غلط خوندن هم البته من نگفتم که من بی غلط خوندم من بی ترید اقلات بسیاری داشتم در اون زمان در حافظ که هنوز همگاهی داشته باشیم حافظ معزل است خوندنش برای همگان ولی حقیقت این است که پدر من با نوعی اغماز اون برای تشویق اون جایزه نقدی رو به من میداد و اگر نه دایه این که کسی در ده سالگی حافظ رو بی غلط خوانده باشه دایه گذافی است و من فکر نمی کنم که این داشته باشم گفتم که من انواع اشتباهات رو میکردم ولی او از سر گذشت به من اون جایزه رو میداد که تشویقی کرده باشه ولی به هر حال معیار غلط یا خوندن یا نخوندن تون پدرتون بوده در اون زمان و ظاهرا تاثیر خودش هم کرده آقای حکاک کما که شما الان نزدیک سی ساله که دارین ادبیات تطبیقی رو درس میدین و خیلی کار کردین در زمینه ادبیات فارسی و شناسوندنش به انگلیسی زبان ها ممنونم از لطفتون البته کارهای نکرده بسیاری در پیش است که من دوستان و دانشجویان جوان من چه در ایران چه در خارج از ایران دارند ادامه میدن و بله این سنتی است که ما تازه آغاز کرده ایم و مثل نوروز ادبیات فارسی هم باید در ادبیات جهان معرفی بشه و بشناسندش به شکلی می شود گفت این ادبیات هم محجور مانده البته ترجمه و ترجمه مؤثر کردن و دقیق کردن کار آسانی نیست ولی همینطوری که میفرمایید، روش تطبیقی یعنی اینکه ادبیات فارسی رو هم سرش دعوا نداشته باشیم که مثلا این مال ماست افغان ها بگن نخیر مال ماست تاجیک ها بگن نخیر مال ماست این بخشی از میراث بزرگ بشری است و اگر کسی در خود حافظیه شیراز هم ایستاده ولی حافظ رو نخوانده او اصلا اهل قلم رو و ادبیات نیست و اگر کسی در در اسکا در, در اسکاتلند هم بوده باشه و حافظ رو بشناسه بخشی از شهروندی هست که شهرش ادبیات است ادبیات یک شهر بیمرز است یک گستره است که ورود میخواد و اگر من اندک آشنایی به شکسپیر دارم او از آن من هم هست و در ذهن من هم و یک عنصر زنده و پویاست بنابراین باز من خیلی پرهیز دارم از ملی کردن این پدیده ها ادبیات فارسی صرفا متعلق به ایرانیان نیست اتفاقا زادگاهش و خواستگاهش در آسیای میانه است بیهوده نیست که ما میگیم رودکی سمرقندی مولوی بلخی صنای غزنوی در آسیای میانه و افغانستان زادگاهش بود ولی البته در روند تاریخ ایران چون و به ویژه در دوران مدر چون ایران از چه نظر مادی چه از نظر معنوی منابعش بسیار غنیتر و قویتر بود از کشورهای فقیرتری مثل افغانستان و تاجیکستان و اونها رفته رفته مثلا تاجیکستان بلعیده میشدند در امپراتوری شوروی این است که امروز روز ایران مرکز ادبیات فارسی شده است این همیشه چنین نبوده است روزگاری هم هند مرکز ادبیات فارسی ولی در, در مجموع آقای حکاک شما فکر میکنین که ادبیات فارسی در امروز در واقع در سطح جهانی به علت لیاقتش هست که بایستی شناسونده بشه که کاری که شبه ها مثلا به خصوص در بخش ایران شناسی دانشگاه مریلند که خودتون هم تحسیسش کردین انجام میدید یا اینکه که صرفا نه بایستی این هم شناسونده بشه بله باید شناسنده بشه البته باید شناسانده من بشه منظورم اینه که آیا آیا در حد ادبیات جهانی هست الان شما ارزیابی شما از ادبیات امروز ایران و فارسی بله به ویژه شعر فارسی یکی از دو سه شعر بزرگ جهان است یکی از دو سه سنت شعری جهان است و این رو نسل درک کردن افرادی مثل الیوت و ازرا پاند و دیگران واقعا و بگیم حالا از فیتزجرالد در همون قلم رو به شما از زمانی که به اصطلاح شرق شناسی آغاز شد که البته شرق شناسی سنتی است که ایرادهای خودش رو هم داره ولی این در حقیقت می شود گفت قولی بود که جملگی بران بودند که شعر فارسی یکی از زیباترین سنت های شاعرانه جهان است و در خور مطالعاتی به مراتب بیش از اون چه داشت امروز تازه با ظهور نسل هایی که در محدوده های محلی و ملی فکر نمی کنند و جهانی می اندیشند به یمن حضور این نسل داره این و و آموزشی که میخوان ببینن در دست کسانی مثل من که مخالف نیستند با اینکه اینها این ادبیات این این رو به جهان هدیه بکنن همچنانی که نوروز رو باید هدیه بکنیم ما به جهان به هدیه کرده ایم در, در رفاقت با اینها و در همراهی با اینها نوعی جهانی شدن ادبیات فارسی داره شکل میگیره که چیزی جز زیبایی و شادی و بزرگی و شناخت شکوه ادبیات فارسی برای ما به بار نخواهد آورد بسیار خوب شما همطور که اشاره کردم بخش ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند مریلند هست تس... کردید و خودتون هم اونجا درس میدین دقیقاً چه کار میکنید در مورد زبان ادبیات فارسی در اونجا بله با کمال بیل من خودم البته اون چیزی رو که ببینیم ویژن اند میشن یعنی بینش و رسالت این مرکز رو تدوین کردم و دانشگاه و سنای دانشگاه و ایالت مریلند تصویب کردن ما وقتی که میگیم The Center for Persian Studies این پرژین رو به معنای به صورت یک زبان بین المللی میبینیم یعنی نه فقط زبان ایران امروز بلکه زبانی که در افغانستان هم هست در تاجیکستان هم هست در گذشته در قفقاز و آناتولی و هند هم بوده است و یک حوزه فرهنگی رو آبیاری کرده و آباد کرده این است که این زبان رو اگر به یک صورت به صورت یک زبان بین‌المللی بین المللی ببینیم که ما میبینیم اون وقت میبینید که اشتراکی ایجاد میشود از جوامعی که در گذشته این زبان درشون وجود رایج بوده و اقلا متونی داشتن امیر خسرو دهلوی هیچ ربطی به ایران نداشته اقبال لاهوری هیچ ربطی به ایران نداشته ولی البته ایران زمین و فلسفه حکمت زبان فارسی و ایرانیان بخشی از تفکر هر دو این عزیزان بوده است این است که در هند به ویژه ادبیات فارسی و شعر فارسی تاریخ شکوه مند خودش رو داره این تصور بر مرکز ما حاکم است یعنی کسانی که میل دارند ادبیات فارسی رو متعلق به ایران ببینند و فقط در مرزهای ایران به نظر من متعلق به این زبا... به این مرکز ما نیستند و در مرکز جایی ندارند ولی کسانی که میل دارند ملیت خودشون هر چه میخواهد هر چه خواهد گوباش میخواهند زبان فارسی رو و میراث شعر فارسی رو به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی در نظر بگیرند و مطالعه بکنند و اون هم از موضع پرسشگری مدام که موضع یک آکادمیک هست ما هم استقبال میکنیم ازشون و با اینها کار میکنیم درجه های لیسانس فوق لیسانس و دکترا بهشون ارائه میدیم و اینها رو مجهز میکنیم به نوعی بنیادهای نظری و روش های دانشگاهی که این ش... این میراس شعری این میراث ادبی رو از اون دیدگاه بررسی بکنیم احمد کریمی حکا خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به دیگر من هم از شما سپاس